عزیز تماشاچلار و عزیز بینندگان سلام، باز هم کچلرز بخیر، امید قلمند ساق و سلامت بولزر. و بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینین ما در یک فضای بسیار باز و زیبا هستیم و آمدیم خانه آجیسای صفت الله سمنگانی، مرد شماره دوم یا معاون مقام ولایت سمنگان و پسر شهید دگر جنرال احمد خان سمنگانی، یکی از چهره های تاثیرگذار در عرصه جهاد و مقاومت، و آمدیم تا احوال اینا را بگیریم در برنامه کنونی ما. و تشکر میکنم اینها ما را با یک چهره باز پذیرفتن و با ما هستن و صحبت های خود را با ایشان آغاز میکنیم. معاون صاحب سلام، قندیز ساق بارسیز من. سلام علیکم سیزلرده خدمتلرنگزگه و تلویزیون محترم سیمای سلو خدمتگه. خدا قسم که همه لرنگز جور سیعتمند بوسنگز در و ماه مبارک رمضان ده شون آخر کنلاره بخیر و بخوب سپرق خیم بوسنگز در. سلامت بولنگ نیم رقمو تا رمضان نره؟ رمضان انشالله بسار بخوبی، امسال عوام نسبتاً به سالای گذشته سرتر بود، انشالله بخوبی سپری میشه. خب شفا باشه. چند وقت قبل معاون صاحب کمی البته صدمه هم دیده بود و خدا کنه که خوب شده باشین. انشالله خوب هستم فعلا. ورزش خود در مجموع امو مسئولیت ها و گپای خود هم می داشته باشه. ما چون قبلا یک علاقه به ورزش فوتبال داشتم، هنوز هم دارم، اما متاسفانه شرایط طوری شده که آدم هر لحظه نمیتونه در یک جایی برای ورزش بکنه. اما چون ورزش بسکشی یک ورزش دیرینه مردم افغانستان است و گذشته های ما، پدر های ما، اجداد های ما ورزش به خاطر اتحاد اتفاق مردم افغانستان برا انداخته بودند و ما هم مثل سایر اقوام مردم افغانستان و خصوصا مردم ولایت سمنگان در این ورزش سهم میگیریم. چندین سال است که خود ما سهم مستقیم داریم، البته میریم اسب سوار میشیم. ما یگان وقت یگان گوساله هم که آیش صاحب زیا از یگان طلب کرده برای ما میته این طرف طرف میبریم. خب البته قسمت بوده، سال گذشته در این ورزش یک کمی آسیب دیدم، انشاءالله صحتم فعلا خوب است. سلامت باشین. البته ورزش بزکشی و از جمله میراث های خانوادگی شهید دگر جان احمد خان سمنگانی است که و بازماندگان احمد خان سمنگانی فعلا او اهمیت میتن و همیشه خود آیسای صفت الله سمنگانی یک شخص اجتماعی است که در همه ورزش های احترام داره و خودشان هم یکی از چوپانداز های خوب است و همچنان در عرصه فوتبال هم خیلی لایق است. ما چندین بازی هاشان هم دیدیم و حتی در میدان بزکشی آیسای زیام شاید است که خوب میتازن و خوب کار میکنن. منصب گاهی وقت در چوکات رسمیات والی صاحب شما را چوپانداز هم صدا میکنن؟ والی صاحب ابراهیمی صاحب یگان وقت چون خود از اونا هم علاقه بسیار زیاد به ورزش بزکشی داشتن و پدر از اونا که یک چوپانداز بسیار خوب بود، من از ایشان شناخت داشتم، یک رأس اسب هم برای من تحفه داده بودن. اونا یگان وقت می آمدن در میدان بزکشی تشویق هم می کردن چوپانداز ها را و اونا یگان وقت باز ما را چوپانداز گفته صدا می کرد. بسیار خوب.
خب در آستانه روزهای نزدیک یا عید سعید فطر هم فرا میرسه و شما قسمی که اعلان شده طالبا 30 روز عید آتش بس اعلان کردند، نظر شما چی است و شما به صفت یکی از مقام های بلند رتبه ولایت سمنگان چی نظر دارید؟ خب 30 روز عید فطر خب همه مردم افغانستان آرزو را دارد، چون زیاد زمان میشه ما در جنگ قرار داریم، همه روزه شاهد تلفات نیروهای امنیتی ما هستیم، تلفات ملکی را ما داریم. شما درست پیش شاهد یک انفجار بسیار قوی در یکی از مکاتب ولایت کابل بودیم که متاسفانه تعداد از شاگردان، تعداد از استادا و جانای شیرینشان از دست دادن. ما امیدواری از این داریم که حداقل یک صلح دائمی، صلح سرتاسری در افغانستان پیاده شود. با 30 روز آتش بس یعنی درد را دوا نمیکنه، اما میشه ما 30 روز عید به خوبی یعنی به یک دل آرام، به یک فکر آرام سپری بکنیم. اما تقاضای ما و خواهش ما از طالبا هم ای است، اگر اونا خود با شامل مردم افغانستان میدانند، اگر اونا خود یکی از بازوی مردم افغانستان میدانند، امیدواری از این داریم که اونا به این فرصتی که فعلا میسر شده، یعنی پروسه صلح است، دوام پروسه صلح است، به این پروسه تن بدن، حداقل بیان با برادرای خود که یعنی افغان ها هستند بشینن، حداقل روی میز مذاکره اینا تقاضا و خواهشا و اما چیزی که در نظرشان دارن، حکومتی را که میخواین، حداقل بیان بشنن روی میز مذاکره را مطرح بسازن. از طریق جنگ ما فکر نکنم هیچ طرف کامیاب باشد، چون ما نسلی که فعلا ما این سن خودم شاید 34 ساله شدم، یعنی 34 سال میشه که ما شاهد جنگ در افغانستان بودیم. گروه های بسیار مختلف آمده و خواستن که از طریق میلی تفنگ صاحب از ملک شوند، اما ما دیدیم که هیچ گروه یا هیچ حزب یا هیچ طرف کامیاب به هدفشان نشدن و ما این را بارمند هستیم که طالبا هم از طریق زور، از طریق میلی تفنگ نمیتونن بالای مردم افغانستان حکومت بکنن. پس ضرور است که بیان روی میز مذاکره صلح و تقاضا و خواهش مردم افغانستان هم همی است، دنیا هم خواهشش و تقاضایش همی است. بغیر از میز مذاکره صلح، بغیر از نشست صلح، هیچ راه دیگی وجود نداره. اگر اونا بخواین که از روی از طریق میل تفنگ بیان روی سر مردم افغانستان حکومت بکنن، ایره هیچ کس قبول نمیکنه. مردم افغانستان مردم 40 سال 50 سال قبل نیست، امروز همه میفهمه حقش چی است، حقوقش چی است و مردم افغانستان آماده مبارزه دیگه هستن و آمادگی خاص خدا دارن. بهتر است که بیان روی میز مذاکره صلح بشینن و از او طریق مشکل حل بکنن. خب تشکر. آیا مان صاحب صفت الله سمنگانی خب فعلا جوان هستین، در ایام نوجوانی آیا شما هم میرفتین در شبای رمضان خانه با دوستایتان یعنی امو فرهنگ یا رمضانی را شما انجام میدادید؟ یادم میاد، بله یادم میاد، چون ما تقریبا از روزی که یعنی جوان شدیم در این ساحت این منطقه زندگی میکنیم. دوستا و بسیار خوبی را داشتیم که امروز تعدادشان در عربستان سعودی هستند و یک تعدادشان پلیس هستند که وظیفه بسیار مقدس را اونا تعقیب کردن. امروز از طریق امو اکادمی پلیس امروز وظیفه انجام میتن. دوستای بسیار نزدیکم بودن، میرفتیم دینیم کوچا پشت خانه مردم، پشت خانه دوستا تختخ میکردیم، این رواج پیش میبردیم. بله یادم میاد. خب طبعا کسایی که میرفتن یا رمضانی میکردن حتما به اونا یک چیزی میدادن از طرف خانه، شما در رو گروه چی نقش داشتین؟ آهنگ زمزمه میکردین یا صدا میکردین و خوش داشتین که از طرف خانه برای شما کدام تحفه داده شد؟ پول داده شد یا ای که آرد داده شد یا برینج داده شد؟ ما به نظرم عاجزترین از اون گروه بودم دیگه. تعداد دوستای دیگه که بودن بسیار از من که شوختر بودن، طبیعتا هم شوخ بودن. ما زیادتر کوشش میکردیم که یکان شیرینی بریم آبیتن، چون در زمان طفلیه در کس خوش داره شیرینی بده داره. باز یکان همسایه ما بود
باز سر ما آوا مینداختند، یگان کارهای دیگه هم میکردند. با وجود از هم باز ما میرفتیم پشت خانهشان میرفتیم. وقتی خبر شدیم که ما آمدیم پشت در دروازه شما یا رمضانی، هیچ تو یک فکر احساس کردین که دوستایتان گفته باشه نشوخی کنیم سر اینا یک او پرتی ما یک آزار بده؟ والا میخواستیم همین کارا بکنیم، باز اینجا کمره بود، بعضی وسایل های دیگه بود، باز از این توان از ترسیدیم یک ذره. ما خیر از آیسته یک چپن نو کالای نو جور کردن نه نمی باز خراب میشه. نه نه از چپن آیسته خود نترسیدم، از این وسایل شما داره ترسیدم. خب گپا هم زیاد شد، داله خوش دارین که از بلبل سمنگان یک آهنگ خیلی مقبول لایف اجرا کنن در یک فضای بسیار مناسب و در این لحظات شب. مردم افغانستان در مجموع تشنه خوشی هستند و ما آرزوی از این را داریم که یک صلح دائمی، یک صلح سرتاسری حداقل در افغانستان پیاده شود تا مردم ما در مجموع به خوشی روزهای عیدیشان سپری بکنند. خصوصا نزدیک عید است، همه خوش داره با فامیلش اقاربش در جمع کلان بشینند، حداقل از گذشته هایشان قصه داشته باشند، صحبت داشته باشند و ما هم خوش میشیم از آیش سیب زیاد میشنویم. آیش سیب شما چی گفتنید؟ سلامت باشین. پیش از آهنگای ما را زیاد شنید معاون صاحب، بلکه کل افغانستان. دو نکته را اشاره میکنم که یکی از خاطره های ما که ما آنونسری و آوازخانی را از دوران شهید دگر جنرال احمد خان سمنگانی در دشت بسکشی این رواج اولین نفر ما هستم که موسیقی را در میدان بسکشی بردم و چاپاندازا را تشویق کردم. بعد از شهادت دگر جنرال الحاج احمد خان سمنگانی، نیم مردم میگفتند که بسکشی دیگه از سمنگان خلاص شد و ما همتو دل به دلک بودیم. بعد از اینکه فصل بسکشی آغاز شد، ماشاءالله میگن که شیر خوردی و کلانی نداره. معاون صاحب عزیزی ما چون در وقت سنی سالش هم خورد بود، از جسامت هم خوردتر بود، باور کنین با یک تیم قوی، با اسپای بسیار هیکلی قوی در میدان بسکشی ظاهر شدند که هیچ احساس کمبودی پدرشان نکردیم و یک خاطره خوبه دارم که از ایشان هم در ضمن پیشتر اشاره کردیم که چپاندازی اینا شکست نفسی کرد. بهترین چپانداز است، بهترین اسپا داره، ای که امروز هم مسموم شد. اینا چند بسکشی نیامدن، اسپا اینا هم دمراز بود. امروزی که اینا آمدن با بسیار تیزی و تندی، هم خودشان که یک ما دمرازی داشت هم اسپایشان، از این خاطر امروز از سر اسپ پریدن مسموم شدن. انشالله که زود خوب شدن، ما خوشحال هستیم و این رواج رمضان یارب هم می خواهیم که معاون صاحب کتی دنبورا و زیربغلی این رواج در کل افغانستان رواج کنیم که سابق بدون موسیقی بودن، حالا کتی موسیقی. از این خاطر زیاد وقت معاون صاحب هم نمی گیریم، آهنگ بسیار کوتاه می خوانیم. آهنگ ما هم الویداز، به خاطر که آخر ماه رمضان است، یک آهنگ الویداز معاون صاحب. رفته زبرم نالان رمضان خدا حافظ، سی روز بودی مهمان رمضان خدا حافظ، چندین رمضان آید او با ما گذرد، چندین رمضان آید او به ما میگذرد. رفتم زبرم نالان رمضان خدا حافظ، سی روز بودی مهمان رمضان کردم. الوداع ماه رمضان، رفته زبرم نالان رمضان خدا حافظ، سی روز بودیم
خب تشکر از حاج صاحب از اجرای مقبولشان و حال از معاون صاحب مقام ولایت سمنگان یک پیام عید تبریکی به کسایی که ما را میبینن و اینا را تماشا میکنن از پرده تلویزیون رادیو تلویزیون سیما ایسول ازشان میشنه. ما چون نزدیک عید است به همه مردم افغانستان به خصوص مردم ولایت سمنگان عید سعید فطر از طریق تلویزیون محترم شما تبریک عرض می دارم. آرزوی از این را دارم که طاعات عباداتشان در درگاه حق قبول شده باشه و امیدواری از این را داریم و آرزوی از این را داریم که ما به برکت ماه مبارک رمضان به برکت عید سعید فطر شاهد یک صلح سرتاسری باشیم، شاهد یک آتش‌بس سرتاسری باشیم و خواهش از این داریم و امیدواری از این داریم که طرف های جنگ هم درد و رنج مردم افغانستان را درک کرده باشند و یک صلح سرتاسری و یک آرامش نسبی که حداقل ما در آینده امیدواری از این داریم داشته باشیم. به این تن بتن پیامی مهمی است، از خداوند صحت و سلامتی همه مردم افغانستان خواهان هستم، بخصوص مردم ولایت سمنگان و برای شما و برای بیننده های شما آرزوی صحت و سلامتی دارم و کامیابی و موفقیت شما را خواهان هستم. تشکر از شما. و حال آقای صاحب گفتنی های آخر شما را میشنیم. شما حتما یک گفتنی در هر خانه که میریم میداشته باشین و خاص شما چی هست؟ سلامت موزه والا یک نفر گفت نامت را گفت دیگه زیاد نمیگم باوتیم چی گفت نامت را پیسه میگم باوتیم چی تو همه هر وقت گفت روی در روی میشه پیسه میگی داداشت روز کشی پیسه دا توی پیسه دا شینی خوری پیسه دا اید پیسه نامت را پیسه میمونیم خدمت زیاد میکنن. اگر امو تو مستقیم اگر گفتن نمیتون میشه دا موسیقی یک شفر برسانه ای تو جای نیست که ای بار اول نیست ای دوم نیست سیوم نیست ای از هزار بالاست که هر وقت دمی هر مجالس با اون صاحب اگر ماش گرفته نگرفته ما بدر دامنگیر عزیزتیم میگیم اگر تو زمان نتی کی میده واقعش هم همی مرد شما را دومه همی ولایت است ما را پذیرفته پدرش پذیرفته خودش پذیرفته حاجی زکی قماندان برادرش دیگه فراجان عزیز دیگه بچه های کاکایش کلشان ما را پذیرفته ما اون صاحب قسمی برنامه را ساختیم که هم همی فرهنگ زنده بسازیم با کمک رادیو سیمای صلح و همچنان از با پلیس های عزیز ما که کتما سرگردان هستند یک دنیا ممنون. اینا علی برادر ما دم خانه ها رفتیم دو سه خانه چند رفت جمع کردیم یعنی میگه پیسه جمع کردیم دیگه ما چی موره شما را هم نکردیم. علی مون صاحب نگویم که پیسه زیاد جمع کردیم خب بیشه کافی مون صاحب که مرد شما را دومه چیز هست لیکن یه هم یک شرط داره اگر ماش گرفته باشه نگرفته باشه در ما یه چیز هم نتم میگه ماش نگرفتیم میخو نفر دولت هست دیگه بازی تو خود نمیشه که ماش نگرفته باشه برای ما یه چیز نمیته اگر گرفته باشه میته دیگه. خواهی ناله مون صاحب چی گفتنی دارین شما؟ ما خب ماش بگیریم یا نگیریم چهار سال دو شورای ولایتی بودیم هم تمام بود حالا سه سال تقریبا میشه که در ولایت هستیم مو هم توان است برای ما چون ما ناشکری نمی کنم سپاسگزاری می کنم از مردم ولایت سمنگان هر لحظه هم ما در خدمت از اونا بودیم و هم اونا یکان موضوعی که بود اگر ازشان خواهش کردیم در وقت ساعتش رسیدگی کردن هر لحظه ای که مردم سمنگان خواسته یکان درخواست کمک بوده یکان از مسائل های دیگه ما انشالله هیچ وقت از او خواهش هایشان دریغ نکردیم. اگر امکانات در دسترس ما قرار داشت یا نداشته مو یک چیزی ناچیزی که در دسترس ما بوده امروزشان شریک ساختیم انشالله امروزش ما حتما شریک میسازیم. یک برنامه است منصب اجباری نیست با دلتان دیگه هاو میپردیم ما یک چیز ناچیز براتون میتون ما این رو به خدمتتون قرار میدیم. ماشاءالله مامون صاحب نه مامون صاحب بسیار پیسه نام خدا دست مامون صاحب برکتی است دیگه برکتی بیخی صد دلار پر کرد دیگه تشکر مامون صاحب عزیز یک دنیا ممنون خداوند دیگه چی بگویم میره این پیسه چی گفتم میشه پیسه خب چی گفتم میشه این توفه تانا دیگه قبول کنه سلامت مارم دیگه ایره دم به وضاحت برسان مگم این مول معلوم میشه میره خودم نگیر موز خودم از من کده به وضاحت در این شهر کسی نیست یک ماه رمضان عبادت کردیم هیچ یک رو پیدا نکردیم خب او در اختیار خودتان است
خب بیننده های عزیز، صحبت های خیلی خوب و همچنان خودمانی با معاون صاحب مقام ولایت سمنگان محترم صفت الله سمنگانی داشتیم و خیلی خوب قصه کردن و امتیاز اینا هم تحفه اینا هم خیلی هم قناعت بخش بود برای آقای سمنگانی. و میریم وقفه کوتاه می داشته باشیم، بعد از او مهمان خانه کدام یکی از همشهریان ولایت سمنگان میشیم، بعد از او شما در تصویر خواهد دیدین.